در رابطه با ایران اول مسئله تو میدونید که آلمان بزرگترین طرف معامله اقتصادی با ایران در تمام اروپا بوده، در اولین بود، در شاخصشون بالاست و اینا کوشش هرچی میکنن که اصلاح ارتباط خودشون رو طوری بکنن که بتونن معامله رو شروع بکنن نمیشه. در این گزارش هایی که امروز هست اومده که به اصطلاح آقای سیگمار گابریل معاون اول خانم مرکل از حزب ائتلافی سوسیال دموکرات ها، رئیس حزب سوسیال دموکرات، این اگه یادتون باشه در ماه مارس گذشته با تعداد زیادی از سران صنایع آلمان به ایران رفت، ولی خب اونجا خیلی الان که برگشته متوجه شده که این شرک سازمانی به نام یک بانک دولتی است که به نام بانک هرمس اعلام کرده، گفته تا موقعی که 500 میلیون یورو ایران به آلمان بده کار نده، ما نمیتونیم دو مرتبه ضمانت بکنیم پول بازرگانان ایرانی آلمانی رو در ایران، و این کار رو نکرده ایران. از روزی که گابریل ماه مارس به ایران، الان ماه مارس هم به اصطلاح همون فروردین ما میشه، الان قرار شده ایران تصمیم بگیره برای این 500 میلیون. متاسفانه 500 میلیونی که بدهکاره که به اصطلاح اون بانک هرمس معروف آلمانی بانک دولتی است ضمانت کرده سالهاست و این پولو نداره، این پولو هنوز به اینا نداده. چون این پولو نداده، وزارت اقتصاد نامه‌ای نوشته به وزیر اقتصاد که این بانک ها هنوز بدهی دارن، بازرگانان ایرانی بدهی دارن، سیستم اقتصادی ایران هم اونچنانی نیست که بهش ما بتونیم اعتماد بکنیم و بیش از این 500 میلیون بدیم پول. یعنی ما دیگه حد نهایی رو در نظر گرفتیم، سالها پیش این 500 میلیون رو دادیم و مدت هاست از ایران ما طلب داریم. یک مسئله مهم دیگه هم هست که آقای جان کری با آقای ظریف حتی با هم صحبت کردن که شما هم در نتیجه در یه مذاکرات که این دو کردن با هم، البته مذاکرات روی پرده نیش پشت پرده، شاهد بودیم همه ما، اگر دقت کردوشی نشریات آلمانی مسئله کوچکی رو بهش اشاره کردن و اون بودش که لبخند از لبان ظریف رفت، دیگه نمیخنده. اینطور برداشت شده که جان کری گفتش که ما مشکلاتی که ایران با بانک های اروپا و آمریکا داره برطرف میکنیم تا بتونن ارتباط بانکی برقرار بشه. گویا این با مشکل برخورده و جمهوری خواهان در آمریکا تر ما اجازه نمیدیم به این زودی بیاین مشکلات این بانک ها رو برطرف کنید، به این که بانک های آمریکایی که اکثر بانک ها، یعنی 99% بانک های اروپایی مخصوصا آلمانی ها در اونجا سرمایه، در آمریکا تو همین بانک ها سرمایه گذاری کردن و یا شریک اونا هستن، بیان و پرفسن دو مرتبه برای ایران و ارتباط برقرار کنن با ایران. اونا دلیل میارن، میگن که ایران، آقای روحانی روزی که اومده سر کار، اتفاقایی که در ایران میفته هیچ اصلا تغییراتی رو نشون نمیده. مثلا نشریه شپیگل امروز در شپیگل آنلاین امروز یه مقاله برش نشته 13 ماه از دولت روحانی میگذره. برای در طی این 13 ماه روز 4 تا روزنامه نگار رو گرفتن بی خود بی جد به دلایل خیلی بی ارتباط و نامفهوم. من اینا به صدا دادگاه انقلاب گفته که شما با امنیت ملی خارج در تماس بودید و شما امنیت ملی ایران رو به خطر انداختید و این رو از 5 سال تا 10 سال به زندان محکوم کرده. نشریهش میگن اسم روزنامه‌نگارا رو نبرده، ولی ما هممون میدونیم کیا هستن. یه چیز دیگه هم شپیگل اضافه کرده و اون اینه که حسن روحانی خودش شخصا چندین بار اعلام کرده و گفته من گفتم که بابا روزنامه‌نگارا رو کاری نکنین، یک حدی بگذارید، مگه میشه جلوی نوشتن رو گرفت؟ آزادی باید باشه. اون وقت این نوشته خیلی خوب، اون مرز تشخیص کجاست؟ سپاه پاسداران و سیستم قضایی مملکت ایران انقلاب اسلامی اون خط رو نذاشته اصلا که بگه
یک روزنامه‌نگار میخواد انتقاد بکنه از دولت تا چقدر میتونه پیش بره در انتقادش. این کار رو نکرد، این خط رو باز گذاشته، مرز رو باز گذاشته، هر وقت هر مورد هر زمانی در با هر شکلی باشه بتونه روزنامه نگارا رو به عناوین مختلف بیاره در بکشه به دادگاه و محکومشون بکنه. در صورت این مسئله رو یک ضرب المثلی هم اومده در به خاطر مسائلی که البته نباید سیروس عزیز توهین به ملت ایران باشه، همه ما ایرانی هستیم. ببینید خیلی جالب نوشتن، مثلا اتریش موقعی که جنگ بین الملل اول اتریش به وجود آورد، همه ما میدونیم یه به خاطر یست خودش که در زربیان تیر با تیر کشتنش، یعنی پسر پادشاه اتریش رو جنگ اول جهانی به وجود اومد و آلمان هم جز رو باخت، جنگو باختن. نوشتی که اتریش اونقدر فقیر شد که مردمش تو خیابونا گدایی میکردن در وین. ببینید به کجا کشیده بود. آمریکا دلش میسوزه، مثل همیشه، مثل طرح مارشالی که برای آلمان به کار انداخت، مثل پل هوایی که برای برلین گذاشت آمریکا، اومده گفته پول میدم بهتون زندگی کنید. میدونید چی کار کرده؟ خیلی قشنگ نوشته، نوشته اینا میان مرد دولت اتریش میره، ولی این کاری که میکنه شروع میکنه کتابخونه ساختن، تئاتر ساختن، مدرسه ساختن. آمریکا شدیداً اعتراض میکنه، میگه این پول ما دادیم که شما شکم مردمتون رو سیر کنید. خیلی قشنگ جوابش که میگن نامش هست در وزارت امور خارجه آمریکا اتریش مال 700 سال پیش، میگه ملتی که فرهنگ نداشته باشه و فرهنگ سیاسی اجتماعی نداشته باشه نمیتونه چیزی رو نگه داره. اول اون رو بهش میدین تا بتونی یک دموکراسی نگه داره. این چقدر زیبا گفته. البته این توهینی است به ملت ما، ما باید قبول کنیم چیزایی که آقای دوست عزیز، من میدونم که شما ناراحت خواهید شد، همه مردم، همه ایرانی از ما ناراحت خواهند شد، ولی بالاخره این چیزی که همه ما باید بدونیم، ما نمیتونیم تا آخر عمر عمره بگیم شاه رو اونا بردن، خمینی رو اونا آوردن. ملت هم قبول کنیم، باید بگیم ذاتاً قبول کنیم که خودتون هم میدونین، ما هم تو آمریکا با هم بحث کردیم که ملت هم بالاخره این ملت هم باید نقشی داشته باشه. نمیتونه که حالا در موقع جریان سبزا همینش بیگل برداشته نوشته که بزرگترین اشتباهی که کرد غرب این بوده که موقعی که جنبش سبز شد کمک نکرد. یه اشتباه میگه کرده تا این 70 سال، یک اشتباه کرده در زمان مصدق، حالا بذاریم به کنار مصدق بود، ولی اشتباهش در زمان جنبش سبز این بوده نکرده. حالا دیگه تمام اشتباه ها رو به گردن اینا میذاریم. در اصل خواستم اینو بهتون بگم، مطبوعات آلمان الان در رابطه با اقتصادی که با ایران هست و بانک ها و این که میگن ایران تازه به فرضی که کارا شروع بشه، که قرار بوده این ماه حتما شروع بشه تا آخر ماه که نشده، تا این ساعت نشده، حالا فرض میگیریم تا دو ماه دیگه هم طول بکشه، میگن خیلی طول میشه تا اقتصاد ایران یه مقدار سر پا بیاد، یه مقدار نفس بکشه، و میگن هم که روحانی نمیتونه این کارو بکنه. بله، مسئله اینه که برای روحانی هم که مرتب دارن پرونده سازی میکنن و حتی اعلان کردن که همون یه دوره‌ای که رئیس جمهور بود کافیه، به دوره بعد دیگه ایشون نیازی نیست، دارن تلاشایی در این رابطه ها انجام میدن. ولی اینکه اقتصاد ایران یه مقداری شکوفا بشه، همونطور که شما میگین یک دولتی باید بشه که اگه مردم باید صاحب فرهنگ بشن، اون دولت هم صاحب فرهنگ بشه. همش دستگیری و گرفتن و اعمال دشخیمی علیه ملت کردن و بعد امریکا دشنام دادن، به این دشنام دادن، به اروپایی ها تاختن. خب اینا نتیجهش همین میشه که میاد آقای رئیس بانک مرکزی که از امریکا اومده میگه بانکای کوچیک ما اختلافی نداریم، بانکای بزرگی که ما رو با ما کار نمیکنن. خب بله، بانک بزرگ هم در اختیار یه گروه تراست است و اونا مراقب هستن که اگر سرمایه اونجا میخواد بذاره یا پولی اونجا باید یه کسی باشه تعهد بکنه که بازگشت بکنه، برای اینکه اون رژیم رو در حال حاضر در اون شرایط هیچ در حال نهادی، هیچ نهاد سرمایه گذاری، بانکی در دنیا، هرچند آقای جانکری هم بگه بهشون،
قبول نمی کنن، چون اینا در طول این مدت خسارتهای بسیار کلانی به خزانداری امریکا پرداخت کردن، دیگه حاضر نیستن با این حرفا و تلفونا و این مسائل. باید ایران یک حکومتی داشته باشه، حکومتی که بتونه سرمایه گذاری که بانکهای بزرگ آلمان قبول میکنن تعهدی باشه به بازگشتش. خیلی ممنونم آقای دکتر ربیعی عزیز، تا هفته آینده با شما خداحافظی میکنم. از محبتتون تشکر میکنم که در این موقع شب در اونجا در با هم بودیم و مطالبی رو در اختیار بینندگان ما قرار دادیم. شبتون بخیر. شب و روز شما و همه هموطنان در دو سوی جهان خوش. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای رضا پیرامون، آقای دکتر ازمارا، آقای دکتر ایرج ربیعی با شما خداحافظی میکنیم.